سپاسگزارم از اینکه میوند انتخاب کردین و صبحتان با دیدن برنامه سلام افغانستان آغاز کردین. در بخش گپ سلام افغانستان هستیم که در این بخش فیلسوف دکتر انمرالحق جبارخیل بنیانگذار سعادت و اسلام در جهان در برنامه با ما هست و قرار است که صحبت‌های روی زندگیشان داشته باشیم و از زوایای مختلف زندگیشان پرسان کنیم، علایق و سلایقشان، و بیشتر هم یادآوری کردم که معمولا دکتر صاحب در مباحث دینی در رسانه‌ها ظاهر میشه، ولی امروز دوست داریم که صحبت‌های متفاوت‌تر و خودمانی‌تری با دکتر صاحب داشته باشیم. دکتر صاحب صبح شما بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. سلام به شما، سلام به کل افغانستان، سعادتمندی تمام بیننده تلویزیون میوند آرزو دارم. شما سلامت باشین، خرسند هستیم از اینکه شما رو در برنامه با خود داریم بعد از مدت ها البته، و پیشتر هم با دکتر صاحب یک شوخی کردم، گفتم که بعد از ماه ها میبینیم ولی جوانتر میبینیم. راز جوانیتان در چیست دکتر صاحب؟ شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. چون ما امامت صحت در دنیا حال دارم و امامت اسلام و دین اسلام دین صحت است و بار اول شاید در جهان که یک شخص سنش زیاد میشه و روز بروز جوان شده میره و روز بروز قوی ذهنی، جسمی، روحی و فعالیت اجتماعیش بیشتر میشه، بدون شک در تشخیصتان درست هستین. من سابق تقریبا 10 سال 15 سال پیش صحبت میکردم که وقت سنم زیاد میشه ما جوانتر میشم، ولی هیچ کسی را قبول نمیکرد. استثناء هستین. طبعا مشخص گفتم میتونین دکتر صاحب چند سال عمر دارین؟ من 61 سال هستم. 61 ساله. میالا بعضی همکارای ما هستن که 40 ساله هستن، ولی اگر در مقابل شما قرار بگیرن پیرتر معلوم میشه. ما وقتی که همسین شای خودم میبینم تصور نمی کنم که ما اینا در یک سنف در مکتب بودیم، تصور می کنم که پدر کلان هستن یا نیکی هستن. و یک چیز دیگه رو میخواییم بگویم که جوانی در تولید است، یعنی با وجودی که سنم هرچند که معلوم میشه ولی از اون ما بسیار 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 زیاد جوانتر هستم. تولید و افکار و حالت که ما دارم، ما فکر نمی کنیم که هیچ جوانی را که ما میبینم که شاید 25 ساله باشه و او برای ما جوانتر معلوم شد. به این اساس است که ما وقتی که نکام میکنم تمام خانم های من اکثریتش جوانتر از یعنی سن 26 اضافه نمی باشه. پس کسایی که ما نکاح یعنی کرد. اگر از 26 اضافه باشه شما اونا رو پیز میکنین؟ میارم از 30 اگر 30 بالا باشه هم روش نکاح نمی کنم. دکتر صاحب گفتین که خانم هایتان چند بار ازدواج کردین؟ ما 7 نکاح کردیم و 4ش فعلا موجود است، انشاءالله اضافه تر میشه دیگه. بیشتر از 4 تا میشه؟ انشالله. ولی در اسلام فقط 4 زن گفته و او هم تحت البته نظر به بعض شرایط که او رو بیشتر شما میفهمین دکتر صاحب. بله. پس من وقتی که تحلیل کردم در این باره تحقیق کرده روان هستم، دستوری چیز چندین سوال به من خلق شد. یک سوال است که پیغمبر اسلام در یک وقت 9 زن داشته، وقتی که وفات میکنن رحلت میکنن 9 زن داشتن و 11 زن نکاح کرده بودن که یکیش فوت کرده بود یکیش طلاق داده بود. سوال میست که به کدام اساس 9 زن گرفته بود؟ باید آیت باشه، وحی به اساس امر الله اونا نکاح بکنن. و به بسیار مسلمان ها خبر نیستن، حتی بسیار عالم ها خبر نیستن که دستور الازهاب در آیت 52 آیت است که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله امر میشه که دیگر نه زن گرفته میتونی و نه طلاق داده میتونی. ولا وجبه که حسنها، نه اگر کسی خوشت آمد کدام زن خوشت آمد نمیتونی که دیگر زن بگیری و یا طلاق بدی. پس ما سر از این تحقیق که در روان است و ما فهم ما تغییر میکنه در این مسئله و تفسیر ما تغییر که در روان است. در سوره نساء آیت 3
الله می فرمایه بسم الله الرحمن الرحیم و این خفتم الا تقسطوا فلیتاما، میگه اگر یتیم دوست نداری امرایش ازدواج نکن، به خاطر اینکه بسیار مردم امرای یتیم به خاطر میراثش که پول داره میخواه ازدواج بکنه و یا ایسته که میخواه رحمدلی بکنه. الله ایره من ساخت. تا باز چی میگه؟ میگه فنکهو ما تاب لکم من النسای، تنها حق یک مسلمان دیسته که با یک عاقل بالغ که دو نفر زن مرد باشه با اون نکاح، کسی که دوست داری. در اسلام تا که یک کس دوست نداشته باشی نکاح صورت نمیگیره. بله. اگه اجباری می باشه خب یکی ظلم است. اینا در اونجا تعداد می آید، تعداد خانما مسنا دو و ثلاثه و سه و ربع و چهار. اینجا وقتی که تعداد آمد قانون حساب باید داخل شد، یا جمع باید باشه یا ضرب باشه و یا هم تفریق باشه. اینجا وقت میه سرزمین من تحقیق کرده روان هستم که و جمع را میگه دو و جمع سه و جمع چهار که نو میشه. یعنی دکتر صاحب در کل هدف شما این هست که هر مرد مسلمان حق داره که بالاتر از چهار زن داشته باشه؟ یا سرزی من گفتم تحقیق من روان است. بله، به فکر من ایسته که ده هیچ جای قرآن نامده که از چهار زن اضافه گرفته نمیشه. تحقیق ولی وقتی که به نتیجه رسید باز شما تصمیم به زن پنجم هم گیرید؟ وقتی که تحقیق مکمل شد به تمام عالم اسلام اعلان میکنم. چرا اوجتم است؟ وقتی که من قرآن فهمیدم، حق فهمیدم، طبعا تمام فتوایی که ما امروز دادیم جدید و به کل عالم اسلام ما ابلاغ کردیم، در خانه کعبه رفتیم تفسیر با اونا دمیان گذاشتیم و اونا هم با تفسیر ما موافق شدن و تسلیم حقایقی که ما برشان گفتیم شدن. بله، دهی تحقیق کرده روان هستم و بالاخره وقتی که خوب مطمئن شدم بدون شک. شما ببینین که یک انسان در قرآن اصلا بسیار شرایط مشکل برای نکاح داده، یعنی کسی که شرایط نکاح را پورا نمی کنه باید هیچ نکاح نکنه، روزه بگیره، بعد از او اگر می تانه یکی بگیره. شما بین تحقیق کنیم که یک زن کی خوش داخته، کی واقعا یک زن خود یک زندگی خوب داده. یک زن اگر ما تحقیق بکنیم شاید 90-95% نتانسته یک مرد زن خود با امو زندگی که واقعا محبت پاک داره، امو احتیاجاتش هست، تربیش هست، علمش هست، ندانسته پوره بکنه. شما تصور بکنید که یک زن نمیدانه اگه انسان خوب زندگی بته فکر زن دومه چرا بکنه؟ نباید بکنه. و وقتی که دوم میشه تصور سیم فکر بکنین، چهارم فکر بکنین و اضافه از فکر کنین. ای استثنایی قانون است، ای بسیار استثنایی است. ده هزارها هزار سال یک مرد شاید ظرفیت زیر پیدا نکنه که چهار زن داشته باشه. شما چطور دکتر صاحب حالا که چهار زن دارین آیا تانستین که همون شرایط را داشته باشین و همچنان که اونا خوش باشن و زندگیشان هم با شما راضی باشن و همچنان حقوق که اونا دارن حقوقشان هم رعایت شد و همچنان فرزندانی که از اونا دارین؟ من فکر میکنم به استثنای پیغمبرها یا خاتم نبیین در بشر کسی پیدا نشده مثل مواری که تمام زنایش خوشحال باشه. عدالت ممکن که برای یک بشر میتونه بکنه، مساوات بکنه و یک زندگی جنتی داشته باشه. این در بشر نشده عملا. من اینم برتان اعلان میکنم برای کل جهان که هر خانم و حد خوشه که هیچ زن دنیا در تاریخ شاید نشده باشه که احساس خوشبختی کرده باشه که با یک کس نکاح کرده باشه. یعنی مثال است بیخی عملا. و هیچ خانم من نیست که سر معاشق نشده باشه، هیچ دختری نیست که ما با اون نکاح بکنیم که عاشق نشده. یعنی به انتها پیشنهاد از طرف خانمایتان بوده به خاطر ازدواج؟ اکثرا بله. بله، یعنی من به اصطلاح عام میگم تا که دختر پشتم نمره که بدون من هیچ کس در دنیا نخواهد و با شرایطی که من دارم من نکاح نمی کنم. شرایط من ایست که باید مرا دوست داشته باشم، مورد دوست داشته باشم،
از 10,000 افغانی مهر 1 روپیه نمیتم اضافه، 1 گرام طلا نمیخرم، چند جور لباس میخرم، یک ولیمه ساده میکنیم که دو باید دریا زده نشه و با هم یک جای زندگی میکنیم. و هر وقتی که کمبوتات پیدا میشه هر خانم ما باید علاقه داشته باشه که خوشبخت شده با خانم دیگه بسیار به خوشی پذیرایی بکنه. گفتن که 7 بار ازدواج کردین، حالا 2 زن دیگه تان؟ سه طلاق دارم، با هم جدا شدیم. یکی دلیل جدایی چی بوده؟ در حالی که اونا همه چیز برشان فراهم بوده و گفتین که زندگیشون هم راضی بودن باشه. بسیار سوال خوب است. من خانم اول من چون فاکولته طب در هندوستان خواندم، 32 سال قبل من دکتر شدم و در اونجا با یکی از دخترایی که خانم بود هندو بودن مسلمان شدن. شما فکر کنین که اگه هندو مسلمان میشه با ازدواج میشه، و هم 32 سال پیش کار ساده نبود. بسیار یک زندگی خوش داشتیم، بسیار یک زندگی آرام داشتیم و دو طفل بچه ها داشتم. ای در اون وقت من وقتی که از اوجه فارغ میشم و باز میایم کار شروع میکنم، مثل همه من اسلام نمیفهمیدم. من یک مسلمان میراثی بودم و از اسلام خبر نداشتم که اسلام اصلا چیز. تا اینکه من 21 سال 22 سال پیش تحقیق در قرآن شروع کردم و این تحقیق من بالاخره با یک فلسفه گنجانید که فلسفه صحت اسلام شد. تفسیر قرآن کردم و وقتی که سوره تحریم خواندم و تفسیر کردم، اون وقت بود که من احساس کردم که من در زندگی خود گناهکار هستم، گناه کردیم. در سوره تحریم یک آیت است و آیت ترجمه شده میگم که برای پیغمبر صلی الله علیه و آله الله میگه که ای نبی، آن چیزی که مرد حلال ساختیم چرا برات حرام میسازی؟ چرا سرت حرام میسازی؟ به خاطر که زنایت خوشحال شد و این کار نکن. پس این آیت به سر من بسیار تطبیق میشد که من به خاطر خانم خود دیگه نکاح نمیکردم. آنان که من بسیار دخترها به من مراجعه میکردن که با من نکاح بکو، پس من گناه قبول کردم و امو بود که بعد از او تصمیم گرفتیم من باید خانم. جناب دکتر صاحب، در مجموع یا در کل یک مرد همزمان چند زن را میتونه که دوست داشته باشه؟ در یک زمان فطرت همین سوالتان باز یک کمه که من در ایرم جواب بدم باز پس میرین دوستان. البته کتواتر خواهی که بتانیم سوالای دیگر هم بخواهیم سی کنین. ما را الله طوری خلق کرده مردارم که در فطرت دی تا جایی که میتونم بدون هر قدر 10 باشه 20 باشه 50 باشه چیزی که جایز است، زنها را دوست دانم، میتونم دوست داشته باشه. فطرتن فطرتن هر مرد میرقم است و شما عملا میبینین که بسیار زنا بسیار مردا ازدواج کردن ولی با زنای دیگه ارتباط میگیرن، زنا میکنن، غلطی میکنن، ولی مرد زنا را فطرت نداده. زنا در فطرت زنا الله ای رقم انداخته که یک نفر دوست داشته باشه، هرگز نفر دوم دوست داشته نباشه. این فطرتن قانونن، به اساس این قانون باز تعدد از ازواج الله به ما اجازه داده. اما حس حسادت در وجود زنا هم قابل بحث است دکتر صاحب. مثلا یک زن چطور میتونه که قبول کنه شوهرش 3 زن دیگه هم داشته باشه؟ این کاپیتان بشی درست است ولی تربیه کار است. حالا ما خانمای ما چرا تغییر کردن؟ تربیه اسلامی، عقیدهش تغییر دادن، با خدا شدن. امروز خانمای ما حسادت ندارن و اگر داشتن باشن کمترین. پس ای ما عقیده سازی نکردیم، از طفولیت عقیده سازی نکردیم. ما اسلام اصلا درک نکردیم. اسلام در کجاست؟ نه کس قرآن میفهمه، نه عمر الله را میفهمه. ما کل زده عمر الله را وانستیم، سگرت میزنیم، نسوار میزنیم، چرس میزنیم، دروغ میگیم، رشوت میخوریم، نماز صحیح نمیخوانیم. پس ما اصلا به نام مسلمان هستیم و میراثی مسلمان هستیم. پس اگر تربیه درست شویم تغییر میکنه. ما میخواییم خلاصه میکنم که تاوالتون بسیار مهم است. بله. که طلاق چطور صورت گرفت. وقتی که تفسیر مکمل شد من احساس کردم که من باید خانم ها اضافه داشته باشم تا دیگه دخترام خوشبخت شون. این خانم خوشبخت شده ایده با خانم خود مطرح کردم، اونا گفتن که من نمیتونم، عقد است ولی من نمیتونم زنای دیگر را تحمل بکنم و الله به ما اجازه داد که با هم جدا شویم. یعنی من نمیخواستم که جدا شوند.
اونا خواستن کشیده باشن. دخترانی که گفتین به شما پیشنهاد میتن یا عاشقتان میشن، آیا ارقام مشخص دارین یا آمار مشخص هست که چقدر بله. دخترها بر شما مثلا میاله چهار پور است، یک سه دخترایی که اکثرا سنش 25 است 24 است عریضه کردن و در حال حاضر و زیادتر میخواین اضافه تر میخواین. پاسخ شما بر از اونا چه هست؟ فیلن چهار زن هست فیلن همراه شما یا سه زن هست؟ پاسخ ما ایست که اول ما وقت کمراج صحبت میکنیم ایست که چون یک موضوع بسیار بزرگ انقلابی است، پس اونا بتانن قدرت داشته باشن با فامیل خود ایر مطرح بکنن و دیرا جهاد بکنن. چرا همیش فامیل از این موضوع میشنی؟ اونا فکر میکنن که مثلا سن زیاد است، تعداد خانم‌ها زیاد است، شما نباید بکنین. اینجا باید این طور داشته باشه که برشان بگه که من غیر از دیگه کس نمیگیرم و به هیچ عنوان تن نمیتم که من دیگه کس بگیرم، من باید زواج میکنم. باید این قدرت او داشته باشه، باید منتظر باشن، منتظر باشه و قدرت چی رو داشته باشه، یعنی مقابله رو با فامیل داشته باشه. چرا هیچ فامیل شاید حاضر نشه بسیار به خوشی، ولی این دختر باید چی داشته. مثلا ما 4 ماه پیش یا 5 ماه پیش یک ولیمه جدید کردم، عین موضوع بود که خانم بسیار صادقایق بود، برای فامیل خود گفت که غیر از این ما کس دیگر را نمیگیرم. و این رقم انسانی که در دنیا پیدا شده، شما یک نفر را برای ما پیدا کرده نمیتونید. خدا ما را خوشبخت ساخته و ما را اجازه بتین. طبعا مشکلات هایی بود، بالاخره موفق شدیم. آل فامیلش هم نهایت خوش است، خانم هم نهایت خوش است. و ایچون موضوع استثنایی در تاریخ، ما به شما یک چالش میدم، اگر شما در کدام کتاب، در کدام فیلم، در کدام جای چنین قصه را شنیده باشین چیز است. پس این یک چیزی بسیار استثنایی است و خارق العاده است. حالا استثناء در اینجا هست که شما با وجودی که 4 زن دارین همه را راضی نگه داشتین و هر 4 راضی هستن از زندگی. نه تنها راضی هستن، بلکه آنقدر خوش هستن که تصور کرده نمیتونین و آنقدر محبت دارن به من که هیچ زن دنیا نمیتونه که با شوهر خود داشته. آخرین ازدواجتون چه وقت بود؟ در کدام 5 ماه پیش. 5 ماه پیش. حالا 4 زن با شما هستن و کسانی که منتظر هستن، اونا تا چه زمانه باید منتظر باشن؟ منتظر مربوط خودشان میشه که چه وقت چه وقت میتونن که مجادله خودشون. شاید هر 4 زنتون با خودتون بمانن و عمرشون هم دراز باشن، باز سرنوشت اونایی که منتظرتون هست چی میشه؟ نه ان شاء الله نوبتشون میرسه. حتما کدام پلان خودت؟ نه من پیشتر گفتم تحقیق مروان است، اضافه شد. چه شاید تحقیق تان نتیجه برعکس داشته؟ نه من فکر میکنم وقتی که من یک چیزی بسیار دقیق برم خوبتر بفهم و انشاءالله نتیجه میتن. در مجموع مثلا شما میخواین که این موضوع را تغییر بتین که اسلام 4 زن را برای یک مسلمان جایز دانسته و حالا امکان داره که تعداد ازدواجات از دیدگاه اسلام افزایش پیدا کنه از 4 زن به 2 زن بیشتر؟ شما قرآن صحیح تشریح میکنه، من تغییر نمیدم. تاکنون قرآن درست تفسیر نشده، پس همینطور که در قسمت تعداد ازدواجات درست تفسیر نشده، حتما در خیلی از مواضع دیگه هم درست تفسیر نشده. بسیار موضوع خوبه. من خونده خانه کعبه شدم در رابطه عالم اسلامی در مکه و در ام القرا، یکی از پوانتونای بسیار مشهور از عربستان، برای اونا گفتم که تفسیرتان بسیار جای اشتباه دارین و اونا برای ما گفتن که تفسیر خود تشریح کن. وقتی که من تفسیر خود تشریح کردم، قناعت کردن و شاک شدن و تسلیم شدن و اونا گفتن که درست هستی. مثلا شما فکر کنین، من در خانه کعبه برشان اعلان کردم و رسمی ورق دادم در عربی که طواف غلط است. در وقتی که طواف میکنیم، زن با مرد باید یک جای نشه، برای زنها باید موقع مساعد کنیم که بسیار آرام بدون مردا که در تماس بیه. اینه ما وظیفه مالی است که این خانه کعبه را پاکاری را شروع میکنیم. ای کاش دکتر صاحب، جدا از موضوع تعدد ازدواجات، شما در بعض مورد دیگه هم تحقیقاتتون آغاز بکنین. ممکن خیلی از موارد به گونه درست به مردم تبلیغ و تفسیر و تبیین نشده باشه و ما امیدوار هستیم که روی موضوع دیگه هم شما سوالای معقول و بسیار مقبول میکنید. ممنون شما. هیچ موضوعی نیست که در اون تحقیق نکردیم، نوشته نکردیم و تفسیر نکردیم و فتوا ندادیم. مثلا یک مثال براتون بگیم که ما فتوا دادم که هیچ زن حامله دار حق نداره که روزه بگیره و اگر گرفت قاتل است
نسل ما را روزه گرفتن که کسایی که حمل داره تباه و برباد کرده. هیچ نکاح، طلاق، اون چیزی که فکر میکنین هیچ موضوعی نیست و ما حاضر هستم برای کل جهان. من یک نفر میشینم برای کل جهان، اگه امریکا است، اگه اروپا است، اگه هندوستان است، هر کسی که هست، من یک نفر میشینم در هر موردی که اینا صحبت میکنن. اگر اینا کتی من تانستن نیم ساعتم صحبت بکنن علمی، من براتون جایزه میدم. پس هیچ موضوعی نیست، شما میتونید در هر موضوعی که بخواین با ما صحبت بکنید. سوال ها زیاد هست، میخوایم کوتاه کوتاه پاسخ بدیم. چند فرزند دارین در مجموع؟ دو بچه دارم، دو بچه از خانم اول خود دارم که یکی شال 31 سال است و دیگهش 28 است، و از خانمای جدید من که است یک دخترک است و یکی دیگه در راست. و شما یک مثال دیگه رو برتان میتیم، این دخترک من نایاب نام داره و ایال 20 ماه است. من در طفولیت مسواک در دستش دادم، در 6 ماه مسواک زدن شروع کرد و آله بانقدر من مسواک علاقه داره که در پارک میره، در پارک پیش نایاب مسواک است و مسواک میزنه. یعنی شما فکر کنین در تاریخ بشر نشده که طفل مسواک بزنه. در مجموع 4 فرزند داره؟ نه، 3 و یکی در راست. 3 اسلام هیچ وقت چیز تعداد اطفال بسیار محدود میخواه، چوچکشی نمیخواه اسلام. شاید دیگر ها حد بزنه که دکتر صاحب 7 بار ازدواج کرده، حالا چند فرزند میتونه داشته باشه. و ما با خانمای خودم ایش توبت کردیم که از یک طفل اضافه ضرورت نداریم. دکتر صاحب، تا جایی که ما اطلاع داریم بیشتر کسایی که با شما ازدواج کردن از شاگردایتان بوده، چگونه این وصلت سر گرفته؟ طبعا سیکنین، اسلام اصلا ما هیچ چیز را نفهمیدیم در اسلام. در اسلام تا وقتی که با یک دختر صحبت نکنی و او با تو صحبت نکنه و یکی دیگر را نشناسین، چطور میتونین که ازدواج بکنین؟ پس طبعا چون شاگردای ما زیاد است، زیاد از مفکوره میفهمه، از ایمان ما میفهمه، از وحی میفهمه، زیادتر چانس. یک اصحاب کرام برای پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد که ما میخوایم با اینی دختر ازدواج کنم. اونا گفتن امروش صحبت کردی؟ گفت نه. گفت دیدیش؟ گفت نه. گفت برو کدی صحبت کو بیبی. اینا رو در جامعه ما سعی کنیم. بیبی خدیجه خودش برای پیغمبر صلی الله علیه و آله دعوت روان کرد که ما میخوایم رایت نکاح بکنم. یعنی اولین بهترین مسلمان زن اونا اینی عمل کردن. و در اینجا کسایی که با دختر ما ایران براتون بگیم، هر دختر و بچه که به خاطر نکاح با هم صحبت میکنن عبادت میکنن، نه به خاطر زنا. پس بله، ما ای باید تأخیر بکنن، ای تأخیر بکنن. هیچ دختر آن چطور میتونی که تو یک بچه را هیچ نشناسی، عادتش نفهمی، فکرش نفهمی، عقیدهش نفهمی و تو ازدواج کنی؟ این خود مثل عزیز که یک تربوزی که میری میخری و این تربوز معلوم نیست که سفید است، سرخ است، شیرین است و دیگر. اسلامی رو نمیخواد. دکتر صاحب، یک موضوع رو میخوایم. خیلی کنجکاو هستم که شما در این مورد صحبت داشته باشین. در جامعه سنتی افغانستان معمولا خانم ها حق بیرون شدن از خانه را ندارن، البته باید از شوهرشون اجازه بگیرن، حتی تا سر کوچه هم که میرن یا مثلا یک جایی که میرن باید از شوهرشون اجازه بگیرن، و در ضمن نمیتونن در بیرون کار بکنن، نمیتونن تحصیل کنن، نمیتونن که خودشان تصمیم بگیرن که چه رشته ای را انتخاب کنن که بخوانن، چه رشته ای را دو تحصیل کنن و بعدا کار بکنه، و همچنان پوشششان چگونه باید باشه. اینها چیزهایی هست که معمولا آقایان برای خانم ها تصمیم میگیره. شما چگونه هستین و معمولا خانم هایتان چقدر از حق و حقوق که یک زن باید داشته باشه برخوردار هستن؟ سیکنین، در قرآن همه چیز، هر حرکت ما تنظیم شده با مفاد ماست و با صحت ماست. امنیت موضوعش مربوط مرد است. این امنیت مربوط مرد است، چون زن نمیتونه که مسائل امنیتی رو بیرون بفهمه. پس وقتی که امنیت مسئولیت مرد شد، باید وقتی که خانم بیرون میره یا جای میره باید از شوهر خود اجازه بگیره. حالا شما ببینید دمیجه وزیرایت که فعلا میخواهد یک جای به دیگه جای بره، از ریاست امنیت اجازه میگیره. بدون امنیت نمیتونه که یک جای بره، در یک محفل بره. پس وظیفه امنیت برای مرد داده شده، وظیفه اقتصاد برای مرد داده شده. یعنی زن هیچ وقت ضرورت نداره که بیرون بره و اقتصاد فامیل خود تا که مجبور نباشه. یعنی تمام شرایط باید مرد برش آماده کنه که هیچ نوع مشکل اقتصادی زن نداشته باشه. ولی به خاطر علم، به خاطر دعوت، به خاطر ای باید خانما برن استادی بکنن، طبیب باشن، کارای نکنن که دو
برشون نقص برسه. یک شوخی کنم دکتر صاحب، آقایان کجا اجازه میگیره از خانوما که کجا میرن چه کار میکنن در بیرون؟ شاید خیلی از کارهای از آقایان خلاف میل خانم ها باشه و نمیشه که اندک به خواست های خانم ها هم توجه شوه که حداقل اونا چه میخواین و شوهرشون کجا میره چی میکنه و آیا طبق میل از اونا رفتار میکنه یا خیر؟ این موارد به نظر شما باعث این که یک زن یک انسان است آیا مهم نیست؟ صد زن حق داره که از هر حرکت شوهر خود بفهمه که کجا میره، بله، چی میکنه، در کدام مجلس میره، در شراب خوری میره، بر زنا میره، بر کارهای نیک میره، راپور باید داشته باشه و مرد باید برش راپور بده، همچنان زن برای راپور بده. یعنی اسلامی نیست که بیرون نره، ولی بیرون رفتنش باید با مشوره خانمش باشه و همچنان هر حرکتی که شوهر میکنه برای زن خود راپور بده. مثلا ما براتون میگیم، ما برای کل خانمهای خود ابلاغ کردیم اگر در زندگی یک دروغ مرا گیر کرده، یک دروغ، هر نوع جزایی که میتین حاضر هستم جزا بتین و شما رو هم نمیخوایم که برای ما دروغ بگوین. پس بله، ای زن ای حق مسلم است، با کی شیشتی، در کجا شیشتی، در کدام مجلس رفتی، چرت زدی، سیگرت زدی، نسوار زدی، نماز خواندی نخوانی، و هی حق یک مرد است. متوجه شدین؟ این حال فکر کنین، در خانه ما هیچ خانم ما حق نداره، نه تنها که حق نداره، به دل خود ما قیام لیل عرشب میکنیم، ما تهجد عرشب میکنیم، هر روز تفسیر قرآن میخوانیم و هر خانم عالم است که هیچ کس نمیتونه با او صحبت بکنه. پس حق حقوق زن و مرد در اسلام مطلق مساوی است، ولی در وظایف فرق میکنه. به طور مجموعی که ما ایره ایچ کنیم، 100% زن و مرد مساویسته و در نزد الله اون یک بنده شد. البته دکتر سو شما حرفا و صحبتاتون رو گفتین، من هم میخوام در همین جای موضوع رو اشاره کنم که شاید این موردی که حالا اسلام گفته که وظایف مشخص برای زنا قرار داده و همچنان وظایف مشخص را برای آقایان گفته، شاید این هم قابل تجدید باشه و همچنان شاید در قسمت تفسیرش اشتباهات صورت گرفته باشه، که من از شما تقاضا میکنم که در این مورد هم تحقیق بکنین که کار کار است و فرق نمیکنه که حالا این کار چه هست و هر زن یا مردی که میتونه اون کار انجام بده باید انجام بده. مثلا حتی ما کسایی را سراغ داریم، بانوان را سراغ داریم که در رشته های ورزشی بسیار خشن کار میکنن و خیلی به همون توانمندی بالا را دارن تا یک در یک مسابقه شرکت کنن، و همچنان زنان را هم ما سراغ داشتیم در صفوف جنگ با دشمنان جنگیدن، و همچنان زنان را هم ما سراغ داشتیم که در کرسی ریاست جمهوری نشستن در کشورهای دیگر، و همچنان چند قبل ما هیلاری کلینتون را ما دیدیم که با ترامپ اینا رقابت داشت و قرار بود که رئیس جمهور بزرگترین قدرتمندترین کشور دنیا شود. در خیلی از موارد قبول میکنین دکتر صاحب که بعضی چیزها دوباره باید تفسیر شود و آناتومی ما فیزیولوژی ما فرق داره. دقیقاً. خب آناتومی فیزیولوژی بسیار در مسائل جسمی ما داره، دیگه شک شبه نیست. شما میشه که یک روز مشخص تر این بحث بکنیم و بسیار یک موضوع حیاتی است و این موضوع حیاتی است و یک بحث بسیار علمی است در جهان. برای اگر شما هر وقت خواستین، هر روزی که خواستین، میشه که مشخص تر این بحث بکنیم و ما براتون ثبوت کنم و اینه ما براتون ثبوت بکنم که اسلام چقدر و آنقدری که بر زن و بر مرد مساویانه حق داده تصور هیچ انسان شده نمیتونه. مشکل ما از درک ماست. ما درک نتونستیم، تفسیر قرآن درست نتونستیم و قصه خواندیم، قصه خوانی کردیم و عملا چیزایی که باید باشه نتیجه بده او رو نفهمیم. روی این موضوع یک روز دیگه صحبت میکنیم دکتر. در خانه بجز خانم هایتان آیا برادرایتان و پدر مادر هم در قید حیات هستن و همراه شما زندگی میکنن؟ شما امروز بسیار خوب سوالا میکنین. مسئله دیسته که از طفولیت الله سر ما پروگرام داشت. ما از مادر خود یک بچه بودم، من 6 ماه بودم که پدرم فوت کرد، یعنی ما پدر را ندیدیم. مادر من بسیار یک زن قوی بود و ما را به انتها قوی تربیه کرد و همیشه پاچا بودم، یک تا بودم، هیچ وقت من دوتا نبودم. وقتی که من از فاکولته فارغ شدم، من ریاست شروع زندگی من از ریاست شروع شد و تا امروز من رئیس هستم. من به هیچ کس در دنیا یک روز هم من یک دفعه عریضه کردیم برای کار، در زندگی من هیچ وقت برای کار عریضه نکردیم، یک دفعه کار کردیم و من رئیس امریکایی بودیم.
ما سر امی امریکایی که شما تصور میکنین که سر کل دنیا چی میکنم، ما اینا را 20 سال 21 سال رهبری کردیم و وقتی که در دفتر ما یک امریکایی داخل میشد پایش میلردید. ما تمام زندگی ما در پاچه های تیر شده، برادرای اندر داشتم، دوتایش فوت کرده، یکی زنده است، با او کدام ارتباط ندارم. و ما یک چیز دارم، مثلا کسی که مسلمان خوب نیست و عقیده درست نداره، اگه برادرمون باشه ما کدش ارتباط ندارم، اگه خوارمون باشه، اگه مامایمون باشه. و ما اعلان کردیم که هیچ منافقه، هیچ کسی که ما فهمیدیم که منافق است، جنازه شام نمی کنیم و هیچ منافق حق نداره که در جنازه ما بیاید. و ما لست ساختیم، شما کارهای رو ما در دنیا می کنیم که هیچ تصور کرد نشه. ما در خانه خود لست دادیم، وقتی که ما فوت کردم هیچ کسی اینا حق ندارن که مردم خبر کنن، فقط چند نفر خبر کنن که مرا دفن کنن. هیچ منافق حق نداره که چی ما بیاید. و ما لست جور کردیم در خانه خود، بعد از که فوت کنم آویزان میشه که اینی کسان در کل. دکتر صاحب دوست دارین چند سال عمر کنین؟ بله، چند سال دوست دارین؟ ما خواب را که دیدیم، در خواب برای ما الهام شده که من 100 سال عمر میکنم. 100 سال و انشاءالله بسیار سال در 100 سالگی هم همین گونه جوان خواهیم انشاءالله ماند. شاید جوانتر باشم انشاءالله. بعض مباحث دیگه باقی موند که انشاءالله در برنامه آینده با دکتر صاحب صحبت می داشته باشیم. دکتر صاحب راستی اگر قرار شد که از هر چهار زنتون با خودتون دعوت شده در برنامه، آیا اجازه میتین که هم بیاین در پرده تلویزیون؟ بله، مسئله دیسته که دمی تلویزیونتون دو مرتبه ما چی داشتیم. بله، فکر میکنم که دو خانم بود، یک دفعه یک دفعه بله. میشه که ما با خانم جدیدم که آمده میشه که با او صحبت بکنم، اگه موافق بودن بیاین صحبت بکنن که همین چیزها را عملا تشریح شد. با اونا ما میتونم صحبت بکنم که سه خانم دیگه ما آمده در چند سال قبل آمدن فکر میکنم. وای بسیار خوب است که ما اونمو چند سال قبلی که ما صحبت کردیم، فکر میکنم که 4-5 سال پیش در سال اگر اشتباه نکنم 2015 یا 2016 بود. اینا بسیار خوب است که یک خانم جدید که آمده با این ما صحبت بکنم و یک روز بیاین اونا هم صحبت های داشته باشن و ببینیم که ما 5 سال پیش چی گفته بودم، حالا چی گفا شد، چرا اون وقت مردم وقتی که ما صحبت کردم اصلا بسیار زیاد چی کردن، تفسیر های درباره این مصاحبتان بود و همچنین که ببینیم تحقیقتان در کجا میرسه و عمل چی شد و چی گپا شد، اما چیزایی که من گفته بودم آیا عمل شد نشد. بسیار زیاد تشکر از حضورتان در برنامه شما، سلامت باشید. در برنامه آینده ادامه میتیم. همتان عزیز وقفه داریم، پس از وقفه برمیگردیم با ما همراه باشید.